آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام به این حقیقت اشارت دارد که پیامبر اکرم علاوه بر قرآن معجزه‌های دیگری هم داشت که به منظور هدایت مردم به اسلام از آنها استفاده گردیده است. یکی از آن معجزه‌ها شق القمر است، به این معنا که با انگشت خود به ماه اشاره نموده و سپس ماه دو نیم شده است. آیا یافته‌های علمی به طور کلی وقوع این رخداد را نفی می‌کند یا در این زمینه دیدگاه‌های موافقی هم وجود دارد؟ با هم گزارش خانم فاطمه موسوی را ببینیم. قرآن کریم در سوره قمر به صراحت از معجزه الهی شق القمر توسط پیامبر اکرم یاد کرده و طبق روایات مشهور که بعضی از آنها در حد تواتر است، در شب 14 ماه ذی‌الحجه 5 سال قبل از هجرت، پیامبر اکرم به درخواست مشرکان مکه و با اذن الهی این معجزه تاریخی را برای هدایت آنان انجام داد. لذا در وقوع این حادثه هیچ تردیدی میان مسلمانان وجود ندارد. کفار قریش علی‌رغم آن که آیات قرآنی را کلامی فراتر از توان بشری یافته و ضمن اذعان به بلیغ بودنش از آن تعبیر به سحر و جادو می کردند، اما همچنان به لجاجت خود ادامه داده و از پیامبر اکرم که او را امی می دانستند چنین تقاضایی کردند تا او را متهم به دروغگویی کرده و نهایتاً راهی برای عدم پذیرش اسلام و ایمان به آن پیدا کنند. با آنکه کفار قریش به پیامبر اکرم قول داده بودند تا در صورت انجام این معجزه به او و آیینش ایمان و صدق گفتارش را تایید خواهند نمود، اما پس از وقوع این معجزه همچنان بر لجاجت خود ادامه داده و علی‌رغم آن که علاوه بر مردم مکه شاهدانی از بادیه‌های اطراف هم بر وقوع این رخداد شهادت دادند، اما طبق تعبیر قرآن کریم از این معجزه تحت عنوان سحر مستمر تعبیر کردند. اما از نظر علمی اینکه آیا وقوع چنین پدیده‌ای در کرات آسمانی امکان پذیر است، دیدگاه‌های علمی گوناگونی وجود دارد، ولی به صورت اجمالی میتوان گفت که در منظومه شمسی و سایر کرات آسمانی انشقاق‌ها و انفجارهایی روی داده، لذا در کرات آسمانی این پدیده امری بی سابقه نبوده و هرگز از نظر علمی محال نیست. وجود شهاب‌هایی که سنگ‌های بسیار کوچک آسمانی هستند و گاه از اندازه فندق تجاوز نکرده و بعضاً حجم بسیار بزرگی داشته و با سرعت زیادی در مدار خاصی به دور خورشید در گردش بوده و در پاره‌ای از موارد که مسیر آنها با مدار کره زمین تقاطع پیدا می‌کند به سوی زمین جذب شده و بارها توسط انسان‌ها هم مشاهده گردیده‌اند، نمونه‌ای از انشقاق‌هایی است که در کرات آسمانی رخ داده است. در چند سال پیش هم دانشمندان ناسا طی یک سفر خود به کره ماه به دنبال مطالعه ترکیب داخلی این کره آسمانی بودند تا بدانند این کره چه تشابهاتی با زمین دارد. آنها در خلال مطالعات خود به موضوعی عجیب برمیخورند که عبارت از کمربندی بوده که از سنگ‌ها و صخره‌های تغییر شکل یافته در سطح کره ماه وجود داشته و به طرف عمق و به طرف سطح دیگر آن پوشانده شده بود. هنگامی که دانشمندان ناسا این اطلاعات را به زمین شناسان ارائه می دهند، مایه شگفتی آنها شده و در برابر این پدیده اظهار می دارند که چنین چیزی امکان ندارد مگر اینکه ماه در مرحله‌ای از حیات خود به دو نیم تقسیم شده و سپس دوباره جمع شده و به شکل اول بازگشته باشد. و این نوار از صخره‌های تغییر شکل یافته نتیجه برخورد دو نیمه ماه در لحظه جمع شدن و به هم پیوستن دو نیمه آن می باشد. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه.